درود خدمت شما همه عزیزانی که امروز تشریف آوردید و کسانی که با ما هستن از طریق اینترنت، خوشحال هستم که این فرصت رو دارم با برادر عزیزم آلبرت که سالهای سال ما با هم روزهای خوشی در این هامبورگ داشتیم. یادم اولین بار که اومدیم کلیسای فارسی زبان رو اینجا شروع کنیم، برادر آلبرت اینجا بودم. موقع البته فارسی بلد نبودیشون، خدا رو شکر فارسیش خیلی خوب شده. و بعد از اون که فکر کنم سال 90 بود اینجورا، اگه 91 بود تقریبا 30 و چند سال پیش، و خدا رو شکر که خداوند کلیساشو در هامبورگ به صورت عالی بر روی خودش بنا کرده و ما امروز شاهد هستیم که خداوند چطور کار میکنه. منم بعد از اینکه از آلمان رفتم سال 93 در امریکا، اونجا برای ادامه تحصیلات و اونجا موندیم و ازدواج کردیم و خدا رو شکر خدمت کردیم و الان 2-3 سال خداوند ما رو به آلمان دوباره آورد که اینجا بتونیم بین پناهنده‌ها یا کلیسای فارسی زبان بتونیم خدمت کنیم. پس از سال 2019 ما اومدیم هایدلبرگ، 2 سال اونجا بودیم. الان جدیداً ما دعا میکردیم و خداوند خواست که ما در برلین باشیم، الان برلین هستیم، ولی بیشتر کار من سر زدن به کلیسا و کمک به کلیساهایی هست که بتونیم سمینار یا کلاسایی داشته باشیم یا بتونیم پناهندهایی که در اروپا هستن کمک کنیم. و در ضمن تو پرانتز عزیزای تاجیک ما که ما هر 6 ماه به تاجیکستان میریم، الان تقریبا 8-9 ساله که خداوند به ما این فیض داده که بین تاجیک زبونها در تاجیکستان خدمت کنیم. الان یه هفته میشه فکر کنم از تاجیکستان برگشتیم. درودهای بسیار از تاجیکای عزیز برای شما داریم. ما اونجا که میریم مثل خونه ما هست. منو یاد ایران قدیم میندازه، در نوروز مخصوصا اینا انقدر شاد هستن و تمام نوروز رو اونجا حس میکنی واقعا. و کلیسای بسیار خوبی هست. ما سعیمون اینه که در تمام دهات و شهرهایی که میریم اونجا بتونیم ایمانداران ملاقات کنیم و یتیم خونه، یکی دوتا یتیم خونه هست که میریم کمک میکنیم و دهات میریم. و در ضمن من دانشگاه الهیات برای عزیزان خادمین اونجا دانشگاه الهیات گذاشتیم، درس میدیم. بیش از 40 تا کشیش هستن که اونجا الان 8-9 سال درس میگیرن. یه 7-8 تا کشیش رو دستگذاری کردیم تو این سالها و خداوند بسیار کارهای عظیم میکنه اونجا و ما بسیار خرسند هستیم. خدا بشه. این فیض نزدیک ما شده که بتونیم در این چنین وقتی به قول استر در این مقطع بایستیم و کارهای خدا رو مشاهده کنیم. نه اینکه لیاقتی از ما هست، اگر ما نایستیم خدا از یه جای دیگه کار میکنه و خدا میخواد که امروز تک تک ما اون دعوت و خواندگی خودمون رو پیدا کنیم تا او رو جلال بدیم. خب امروز یک شنبه نخل هست. میگن یک روز در امریکا یک بچه مریض بود، نتونست بره کلیسا. بچه کوچیکی بود و مادرش موند باش، پدرش رفت کلیسا، برگشت با شاخهای نخل اومده بود. بعد بچه گفت بابا این چیه اینا دستت اینا؟ گفت امروز افتادیم کلیسا و میدونی که عیسی مسیح اومد تو شهر، همه رفتن با نخل برای او اینا. بعد پسر نگاه گفت اه یه هفته من نیومدم، عیسی اومد تو شهر، من نبودم اون روز کلیسا که عیسی اومده. ولی ما امروز اینجا هستیم در یک شنبه نخل تا ببینیم معنا و مفهوم این پالم سانده یا یک شنبه نخل یا هفته مقدس، چون که این هفته به هفته هولی ویک یا هفته مقدس نامیده شده به خاطر اتفاقایی که تو این یه هفته میفته، از مصلوب شدن مسیح و بعد قیام مسیح. ولی قبل از اینکه بخوایم مفهوم اونو بفهمیم تمام این هفته، اول باید بدونیم یک شنبه نخل چی بود. بچه رو همطور برادر عزیزمون که داشت صحبت میکرد بسیار زیبا که پادشاهان وقتی میان در هر جا، نه تنها بازگشتشون، وقتی هم میخوان فاتحانه برن یه جا رو به قول معروف برش پیروز بشن، غلبه پیدا کنن، با یک اسب سفید یا یک اسب بزرگی وارد اون شهر میشن با شمشیر و عیسی مسیح با کره الاغ که حتی پاهاش به زمین بخوره. ما تو تاجیکستان که میریم خیلی جالبه، کره الاغا ولن،
چون که برای اونا نمیصرفه، الاغا رو تو زمستون نگه دارن، میگن اینا خرج دارن، اینا برای همین ولشون میکنن. بعد شما میبینی پر کرو الاغ هست و اینا خیلی کوتاهن، کوچیکن، وقتی شما مثلا بشینی پاد میخوره به زمین. برای همین عیسی مسیح نه در یک اسب بلند قامت و با عظمت و شکوه وارد اورشلیم شد، بلکه همونطور که کلام خدا میگه با فروتنی بر کره الاغی وارد اورشلیم شد، وارد شهر سلامتی. نه اینکه بیاد اونجا آشوبی برپا کنه، بلکه اومد این پادشاه سرور صلح و سلامتی بیاد با کره الاغی بین آدمهایی که باید او رو میشناختن. و جالب اینجاست که داستان یک شنبه نخ خیلی عجیبه. تو این یک هفته تمام آدمهایی که میگفتن هوشیانا هوشیانا، ما امروز خوندیم، میخوام ببینم چند نفر شما معنی هوشیانا رو میدونین؟ خدا رو شکر خیلی ها میدونین. خب معنیش چی میشه؟ خب بعضی ها اشتباه گفتن، چون که صدا که میومد دیدم بعضی همه یک اشتباه مصطلحی رو میکنن، همه اون پسوند بعد از هوشیانا رو فکر میکنن معنیش هست. ولی معنی هوشیانا چی میشه؟ کی میدونه؟ نجات دهنده نمیشه. نه کی بود؟ آفرین. هوشیانا از هوزه هم میاد، کلمه هوزه یعنی نجات دهنده، یا هم که اسم خداست. هوشیانا نام که میاد یعنی التماس. التماس میکنیم ما رو نجات بده. اگر ما برگردیم به مزمور 118 لطفاً آیه 25 و 26 رو با هم قرائت کنیم. مزمور 118 آیه 25 و 26. مزمور 118 آیه 25 و 26. می‌فرماید و آه ای خداوند نجات بخش، ای خداوند سعادت عطا فرما، متبارک باد او که به نام خداوند می آید و شما را از خانه خداوند برکت می دهیم. یهوه خدایی است که ما را روشن ساخته است. توی مزمور 118 در ابتدا معنای هوشیانا رو میگه که آه ای خداوند نجات بخش، او لورد سیو اس، ما رو نجات بده خواهش میکنیم. مردم، همین مردمی که فریاد میکردن ما رو نجات بده، چند روز بعد فریاد میدادن مصلوبش کن، مصلوبش کن. اینجا من چیزی که امروز خدا تو قلبم گذاشت صحبت کنیم، چرا یک شخصی که با تمام دلش اومده جشن میگیره و شاخه های نخل سمبل پیروزی و جشن هست و داره لباسش رو پایین میذاره، لباسی که سمبل اینه که من خودم رو اوریان میکنم تا تو مرا بپوشانی، من میخوام تو مرا اون لباس روحانی من باشی. طبق کولسیان میگه که شما باید کهنه را بیرون کنید و لباس مسیح را بپوشید تمامیت شما. چطور میشه یک کسی که با تمام وجود داره فریاد میزنه هوشیانا التماس منو نجات بده و حاضرم برای تو خودم رو خار کنم، وجودم و هر چی دارم و زیر پای تو بذارم، چند روز بعد این شخص میگه مصلوبش کن. وقتی پیلاتوس پرسید که در عید باید برای شما یکی رو آزاد کنم، کی را میخواید؟ همه چی فریاد زدن؟ باراباس رو برای ما آزاد کن، دوز رو میخوایم، نه خود مسیح رو. خب من داشتم روی این مطلب امروز فکر میکردم که چطور میشه ماها بعد از اینکه میایم به حضور مسیح و تو کلیسا میایم کلام نجات بخش رو میشنویم، چطور میشه او رو رها میکنیم. بعد پیش خودم چند تا دلیل رو امروز نوشتم که با هم بررسی کنیم. اولین مورد
این بود که مردم ایمانی رو داشتن به مسیح که ما بهش میگیم فیض خیلی چیپ یا به قول معروف ارزان. یعنی چی؟ یعنی مردم دنبال مسیح هستن برای رفع حاجات خودشون و توی انجیل یوحنا میگه تمام مردم آمده بودن به استقبال مسیح به خاطر اینکه شنیده بودن او ایلازر را از مردگان برخیزانیده. خب اولین چیز ما میایم کلیسا برای یک نیاز، برای اینکه به ما کاغذ میدن ما اینجا اقامت بگیریم، اینجا میایم مریض داریم گفتن دعا میکنن شفا میابیم، اینجا میایم یه گروهی پیدا کنیم یکم آرامش و امنیت پیدا کنیم، چون که از لحاظ روانشناسی هر انسانی انسان اجتماعی احتیاج داره به مصاحبت مشارکت یه گروه، چه بهتر از مسیحی‌ها. یادم تو لس آنجلس کلیسا هم بودیم، بعد دیدم یه خانمی اومده آخر جلسه، آقای کشیش که گفتم بفهمه، گفت من اومدم برای پسرم زن بگیرم. گفتم که شما مسیحی هستین؟ نه ما یهودی هستیم. گفتم خب چرا اومدین که چرا نمیدین کنیسه؟ گفت خب فهمیدیم دخترای مسیحی خیلی دختر خوبی هستن، گفتیم بیایم خدمت شما، شما دختری هست که بخوایم شوهر چی پسر ما تحصیل کرده است پول. گفتم ما اینجوری ازدواج نمی کنیم. ولی خب یه محیط خوب سالم خیلی خوب، ولی اینجا جایی نیست که فیض ارزان موعظه بشه. فیض ارزان چی است؟ فیض ارزان یعنی یک طرف سکه، فقط محبت خدا. خدا شما رو دوست داره، خدا میخواد شما رو شفا بده. اگه مشکلی دارید خواهش میکنیم قدم رنجه و فرمایید بیایید کلیسا، بیاین ما به شما خوراک میدیم، غذا میذاریم، همه این چیزا. ولی فیض گران فیضیه که مسیح به خاطر ما جانشو داده تا ما رو از گناه آزاد کنه، نه اینکه فقط ما محبت بیابیم بلکه ما مثل مسیح بشیم. آمین. این فیض گران پیامیه که مردم موعظه نمی کنن. در آلمان یک کشیش آلمانی گفته اگه من اینجوری بخوام مثل شما موعظه کنم همه اعضا میذارم میرن، بعد من از کجا حقوق بیارم زندگی کنم؟ من باید به اونا فقط بگم شما خیلی خوبید، به به چه بالی چه دومی، خیلی زیبا هستید، عالی هستید، در ایمان خیلی خوبید. اگه بخوام بگم برادر، یکی به هم میگو برادر اینقدر نگو سیگار نکشن، محشو بابا بلشون کن بیچاره بذار راحت باشه هر کاری میخوان. گفتم من که کلام من نیست، کلام خدا میگه این بدن شما معبد روح خداست، شما باید اون رو پاکیزه کنید، باید خدا رو به بدن خود تمجید کن. اگر من موعظه نکنم من دارم به کلام خدا خیانت میکنم. من به عنوان خادم خدا مسئولم کلام خدا رو بیان کنم. دیروز در کیل ما دو تا سمینار داشتیم، افراد سوال میکنن، بسیار سوالا دارن، شما نظرت چیه؟ گفتم من نظری ندارم، من کلام خدا رو به شما میگم، من هیچ نظری از خودم ندارم، من کیم که بخوام نظر بدم؟ ما امروز در مقابل مسیح قرار گرفتیم، شاید فریاد میکنیم، مسیح گفت همانا شما به خاطر نون و ماهی اومدید، نه حقیقتا برای من، شما طالب نون و ماهی هستید. یک عده‌ای که میتونن امروز ایماندار باشن و فردا بگن مصلوبش کن. عده اول چی؟ عده‌ای که طالب شفا ولی نه شفا دهنده، طالب برکت نه برکت دهنده، طالب ارضای تمام احتیاجات خودشون هستن ولی نمیبینن که خداوند از اونو میخواد چی میخواد. شما اگه دقت کنید مسیح یک سوال میدونید، مسیح سوالهای بسیار داد توی انجیل که خیلی انسان رو به این وامی داره که یک درجه بالاتر، یک بعد فکری وسیع‌تری پیدا کنه. یکی از اون سوالهایی که از مسیح کردن این بود که آیا دادن جزیه و مالیات به رومی ها جایز است یا نیست؟ مسیح به جای اینکه سوالو جواب بده خودش یه سوال کرد. سوالو کی میدونه؟ همه ما اکثر هم میدونیم چیه؟ گفت یه سکه به من بدید. سکه دادن. گفت صورت و رقم این سکه از آن کیست؟ گفت از آن قیصر. بعد مسیح چی گفت؟ مال قیصر را به قیصر،
آیا کسی ادامه این صحبت مسیر رو دنبال کرد؟ مال خدا چی است؟ آیا شما مال خدا رو به خدا میدید؟ ما فقط به مال قیصر اونجا اکتفا میکنیم و تمام زندگی ما اونجا استاپ میشه. مال خدا چیه؟ خدا شما رو آفریده. شما از خدا، از شما انتظار داره با او رابطه داشته باشید. آیا تو مال خدا رو بهش میدی؟ و یا فقط تو فکر این پول من چیکار کنم؟ مال خدا چی هست؟ هیچ کسی که سوال نکرد. چون اگه بخوای مال خدا رو بگی، اون فریسی با سرش پایین مینداخت میرفت. چون که او مال خدا رو ادا نکرده بود. خب پس نمونه اول افرادی هستن که برداشت اونها از مسیحیت فقط برآورده کردن نیازهای خودشون هست. بعضیا دوست دارن بیان و دنبال یک بهانه میگردن، مثل بعضی از شاگردای مسیح بودن، جز غیورها بودن، زلیوس بهش میگفتن، کسایی که مثل حتی یهودا اسخریوتی میگن، کسایی بودن که اونا هم مثل مجاهدین بودن، میخواستن با دولت روم بجنگن و دوست داشتن بیان و دیدن مسیح خیلی اقتدار داره در صحبتاش، در معجزاتش، یک کاریزمایی داره، یک قوتی در بیان او، شخصیت او هست. پس حالا ما میایم از این استفاده میکنیم تا بتونیم مقاصد خودمون رو انجام بدیم. پس اولین چیز، من ایمان دارم، ولی چرا ایمانم از دست میدم؟ چون که فقط میخوام نیازهام برطرف بشه، ولی حقیقت انجیل رو و اون چیزی رو که خدا برای من داره در نظر ندارم. دوم، من میخوام از مسیح به عنوان پله استفاده کنم تا به مقاصد و اهداف خودم برسم. در اسپانیا یک مثالی هست، داستانی هست جالبه. میگن یک دهی بود در اسپانیا و اینا خیلی مشتاق بودن که پادشاه رو ببینن. میدونید تو اسپانیا خیلی مردم پادشاه رو دوست داشتن. بارسلون، نمیدونم شما شنیدید، وقتی شما به بارسلون میرین همه میگن بارسلونا. بعد میگن آقا من اول گفتم اینا چرا اینجوری میگن، مگه یه حرفی هست مثلا بارسلونا؟ گفتن نه، پادشاهی بوده، خیلی پادشاه خوبی بوده، بعد زبونش میگرفته، به جای بارسلون میگفته بارسلونا. همه دیگه به یاد عشق اون پادشاه هم میگن بارسلونا. حالا این ده هم همه دوست داشتن پادشاه رو ببینن و پادشاه رو دعوت کرده بودن، ولی پادشاه گفته بود من میام، حالا شما آماده بشید. و اینا گفتن ما چطور میتونیم از این پادشاه پذیرایی کنیم؟ همه در اونجا شراب درست میکردن، گفتن همه ما بهترین شرابهای خود رو میاریم و در اون میدان شهر یک مخزن بزرگی، هر کس بیاد برای این جشن بزرگ که پادشاه میاد، تمام بهترین شرابهای خود رو در او بریزیم تا وقتی پادشاه میاد از او با بهترین شراب مهمان نوازی کنیم. وقتی که پادشاه اومد و لیوان خودش رو برد در زیر این خنب زد، چشید و دید آب خالیه. همه چی فکر میکرد؟ من فکر میکنم آقا همه این عزیزان که میان شراب خوب میارن، من شراب خوب خودم رو نگه میدارم، آب ریخته بود توش. هر کس که اومده بود با همین فکر، به جای اینکه بهترین خودشو بیاره، با آب اومده بود و بهترین رو برای خودش نگه داشته بودن. بعضی موقع تو امریکا میگن پولا رفتن اون دنیا، اسکناسا. در روز قیامت همه پولا با هم صحبت میکردن. 100 دلاری خیلی قیافه میگرفت. من در بهترین هتل‌ها بودم، من بهترین رستوران رفتم. بعد رسید 50 دلاری، گفت منم رفتم برای خودم رستوران‌های خوب رفتم، مسافرت‌های خوب. 20 دلاری هم همینطوری، 1 دلاری دست بلند کرد. همه گفتن تو چی میگی؟ گفت من از همه با ایمان‌تر بودم، من در کیسه هدایای کلیسا بودم، همیشه در کلیسا به سر می‌بردم. بعضی موقع ما نگاه می‌کنیم تو جیبمون، نه این یکم زیاده، بذار بذارمش یه چیز دیگه. آیا من بهترین خودم رو به خداوند میدم؟ کلام خدا میگه که شما وقتی هدیه میدید به خداوند، اون گوسفند شما معیوب نباد باشه، قده‌ای نداشته باشه، لنگ نباشه. قربانی تو باید شایسته خداوند باشه. تو از بهترین خودت باید به خداوند بدی. پس ما اینجا میبینیم دلیل دوم، شاید
من اومدم الان به خاطر مقاصد خودم، ولی حقیقتا بهترینمو به خدا نمیدم. سومین دلیل چرا آدم ها چند روز بعد عوض میشن، عدم درک هویت حقیقی مسیح است. و مسیح بارها این سوال رو کرد و جالبه شما 4 انجیل در مورد این برنامه‌ای که یک شنبه نخل بود، شما در 4 انجیل میخونید و هر کدوم از اناجیل یک چیزی رو بیشتر میدونید. که بعضیا میگن چرا شما 4 انجیل دارید؟ و انجیل خبر خوشی هست که تصور کنیم ما الان میخوایم در مورد این سالن صحبت کنیم و من از این سمت دارم پشت سر شما رو میبینم، اون کتابخونه پشت اینا، و من این جنبه رو بیشتر توضیح میدم. شما این جنبه پشت سر من صلیب رو میبینید، یه عده این ور رو میگن، دوربین رو میگن، یکی میاد میگه باغ هست. همه ما در یک سالن هستیم، ولی از ابعاد مختلف و از جهات مختلف به زندگی مسیح نگاه کردن. اناجیل هم به همین نحو یک داستان یک شنبه نخ از 4 انجیل از 4 بود دیده میشه. بعضیا میخونین آقا اینجا ایراد داره. چی ایراد داره؟ اینجا نوشته عیسی با کره الاغ بود، اینجا میگه عیسی با کره الاغ و خود الاغ هم بود. یه جا اصلا نمیگه الاغ بود. بعضی میگن آقا انجیل اشتباه است، نوشته بود که این یهودا از فرقودی خودشو به یک درختی دار زد، یه جا میگه از بالای پرتگاه افتاد. خب بابا درخته رو پرتگاه بوده، یه درخت بوده اونجا از بالا افتاده، شاخه شکسته از اون بالا افتاده. این کره هم دیگه نیومدن، چون که هدف این بود که کره‌ای باشه که کسی تا حالا سوار اون نشده، یعنی تخصیص و اختصاص کلی به خداوند. حالا دیگه خود الاغ رو نگفته، حالا اونجا میگه چرا اینجا الاغ رو گفته. اینا رو ول کن چون اینا مهم نیستن. چیزی که اینجا مهمه، میگه بعضی ها اومدن گفتن این کیست؟ مهم اینه که چه کسی روی الاغ نشسته. بعضی ها میگن الاغ خیلی مهمه، چون که همه پیرنا رو زیر پای الاغ دارن میذارن، همه دست نمیزنن برای الاغ، همه لباسا رو میذاشتن زیر پای الاغ میره، ولی به خاطر کسی که بالای الاغ بود. و امروز ما باید درک کنیم این کیست. سوال مهم، متی رو با هم نگاه کنیم، جالبه. متی باب 21 آیه 9 تا 11 رو بخونیم. متی باب 21 آیه 9 تا 11. می‌فرماید و جمعی از پیش و از پس پس او رفتند، فریاد کنان می‌گفتند هوشیانا پسر داوودا، مبارک باد کسی که به اسم خداوند می‌آید، هوشیانا در اعلای ایلین. و چون وارد اورشلیم شد تمامی شهر به آشوب آمده می‌گفتند این کیست. آن گروه گفتن این است عیسی نبی از ناصره جلیل. یادتون هست در یوحنا باب 9 وقتی عیسی مسیح اون کور مادرزاد رو شفا داد، بعد اومدن از او پرسیدن که اون کی بود که تو رو شفا داد؟ گفت من نمیدونم، فکر کنم نبیه. نه اون نبی نیست، اون آدم خوبی نیست. گفت من نمیدونم، من فقط میدونم کور بودم بینا شدم. ولی عیسی مسیح اون نابینا رو پیدا کرد، گفت آیا تو به پسر خدا ایمان داری؟ نه به یک پیغمبر. اینجا مردم میگن این کیست؟ جواب اینا اینه که این نبیه اومده. ولی آیا این جواب درسته؟ نه. برای همین این کسا میتونن فردا عیسی رو انکار کنن. متوجه هستین؟ اگه تو حقیقتا هویت مسیح رو درک نمی کنی، هر لحظه ممکن اون رو انکار کنی. در جای دیگه میخونیم میگن این کیست این پسر انسان؟ در انجیل یوحنا. خب پسر انسان، پسر انسان یعنی چی؟
ما خیلی اوقات در انجیل دو کلمه دو تا لفظ میبینیم. مسیح خودشو به عنوان پسر انسان و پسر خدا معرفی میکنه. پسر انسان یعنی خدایی که جسم پوشید و اومد تمام خصوصیات بشری رو در خودش گرفت، درد، گرسنگی، تشنگی، مثل ما وسوسه شد ولی گناه نکرد. این میشه پسر انسان. ولی یادتون نره عیسی مسیح دو ذات داشت، یک ذات الهیش بود و یک طبیعت بشریش بود. طبیعت الهی او رو میگیم پسر خدا. یعنی چی؟ وقتی عیسی مسیح در جسم انسانی مرده زنده میکنه و قدرت خدا رو آشکار میکنه، وقتی عیسی مسیح در جسم انسانی یک چیزی رو خلق میکنه، آب رو به شراب تبدیل میکنه، وقتی عیسی مسیح در جسم انسانی بر طبیعت کنترل داره و فرمان میده به طوفان و دریا آروم میشه، وقتی عیسی مسیح در جسم انسانی حی و حاضر هست همه جا و میتونه بگه در اونجا ای نتنائیل وقتی در زیر درخت انجیر بودی که هیچ کس تو رو نمیدید، من تو را دیدم. وقتی عیسی مسیح در جسم انسانی پرستش رو قبول میکنه و مردم او رو پرستش میکنن، وقتی عیسی مسیح میتونه مرده رو زنده کنه و حیات ببخشه، و وقتی عیسی مسیح میتونه با قدرت خودش بر زمان پیروز بشه و میگه پیش از تولد ابراهیم انا اخیا من هستم آن که هستم، ادعای خدایی میکنه، اونجا او پسر انسان نیست. اونجا اون کیه؟ پسر خداست. پس اینجا میگن این پسر انسان کیست؟ این آدمه و این نجاره کیه اومده؟ نه 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 نه، متا باب 16 عیسی مسیح فرمود مردم مرا که میدانن؟ گفتن آقا یکی میگه تو پیامبری، یکی میگه تو ایلیایی. بعد گفت شما مرا که میدانید؟ و پتروس گفت توی پسر خدای زنده. درک این که عیسی مسیح پسر خدای زنده است، خدای مجسم شده است، این چیزی هست که ما را تبدیل میکنه، عوض میکنه. نه اینکه عیسی یه پیامبره، خیلی معلم خوبیه. ما در دانشگاه که بودیم الهیات، یکی از کورسای دانشگاهی که داشتیم، سه ماه ما متا 5 6 7 سرمن آن مانت، موعظه سر کوه رو باید حفظ میکردیم همشون، و 10 دیدگاه مختلف نسبت به موعظه بزرگ مسیح، کمونیستا چی میگن، تمام آدمایی که روانشناسه چی میگن، همه چیزای خوب میگن، هیچ که چیز بد نمیگه. ولی این که من فکر کنم عیسی مسیح یه معلم خوب بود باعث نجات من نمیشه. من اگه باور کنم عیسی یه پیامبر بود فقط، اولوالعزم هم بود، هیچ کاری برای من نمیکنه. فردا میتونم رو این کار کنم، دو تا شکنجه هم بدن، دو تا بزنن، من میگم آقا اصلا ولش کن. برادر هایک روح شاد باشه میگفت وقتی او رو برده بودن، مأمور که اونجا مسیحی ها رو میگرفتن تو ایران به او گفته بود که برادر هایک ایمانداران شما متفاوتن. گفته بود چطور؟ بعض اونا رو تا میگیریم میترسن، انکار میکنن، دیگه ما مسیحی نیستیم، غلط کردیم، امضا میکنیم اینجا. گفت نوع دوم ایماندارانی هستن که اینا رو ما چک میزنیم، اونا انکار میکنن. بعد بعضی هاشون با مشکل لغر چند روز میزنیم شون، اونا انکار. بعد برادرها گفت بود برادر از این به بعد ما ایمانداران گلوله‌ای میسازیم که هیچ جور اونا بر نگردن، تا گلوله بخورن بمیرن. و خودش نمونه بود در این چیز و زندگیشو گذاشت. امروز ما شناختمون از مسیح چی است؟ یک شنبه نخله اومدیم، شاخه گرفتیم، هوشیا واقعا میخوای خدا نجاتت بده؟ یا برای منافع خودت الان خدایا من گیرم. یک خواهری داشتیم در امریکا، من تازه رفتم امریکا، دیدم این دعا میکرد خداوند ماهی بده، ماهی بده به تور من. من ماهی چی میخواد؟ هر روز ماهی بده، ماهی من پرسید بخشی ماهی فروشه؟ گفتن نه بابا ماهی فروش نیست، این چیز داره بچه نگه میداره تو خونش، به بچه ها میگه خدای بچه ماهی بده، یعنی بچه بشتر بده من نگه دارم. بعد
وقتی که میخواست خدا رو هم چیز کنه، خدایا تو خودت گفتی بطلبید، من فرزند تو هستم، هی خدا رو به چالش میکشید. از این ور که خودش هزار تا اشتباه میکرد، گناه میکرد، خدایا من بنده ای هستم، قلم عفو بر گناهان من بکش، پاکش کن، من یه بنده هیچ هستم. آقا نمیتونه که شتر مرغ باشی، یا تو فرزند خدا هستی نان فرزندان شفاست، یا تو سگ هستی نجس هستی، هیچی نباید بگیری. در تاجیکستان بودیم، یه سری کولی اومده بودن جیپسی در اونجا و اینا از رومانی اومدن و ما یه روز اختصاص دادیم فقط به هر کس سوال داره از انجیل بپرسه. اینا دست بارن، آقا من نمیفهمم این قسمت انجیل، مسیح چرا به این میگه تو سگی، به این زن کنعانی چرا بهش میگه نمیشه تو رو، هرچی التماس میکنه. گفتم میدونی برای چی؟ برای اینکه عیسی مسیح نمیخواد از دیدگاه یهودی یک کنعانی و فلسطینی سگه، نجسه و شایسته برکات الهی نیست، ولی خدا داره به اون زن کنعانی میگه نان فرزندان شفاست، بیا فرزند خدا بشو. برای همین عیسی مسیح او رو شفا داد، فرزندش. آمین. هدف خدا این نیست که تو فقط برکت رو بگیری بعد در همون موقعیت نجس بمونی، بلکه خدا میخواد تو رو نزدیک کنه، اول هویت تو رو عوض کنه تا بعد تو رو برکات بده از سفره خودش. پس ما امروز نیومدیم در یک شنبه نخ فریاد کنیم التماس. در تاجیکستان خیلی خوبه همش این کلمه التماس، اکا جان هی میگن برادر عزیز رحمت، التماس میکنیم، التماس رو خیلی استفاده میکنن. التماس ما رو نجات بده، ولی آیا من میدونم نجات دهنده من کیست؟ ولی من میدونین کلمه ایدو به یونانی من میدانم، کلمه ایدو کلمه ای نیست که تو فکرن بدونی، در یونانی کلمه ای هست که با تمام وجود و احساسات خودت تو به این نتیجه رسیدی و یه چیزی رو با تمام قلب میدونی. برای همین وقتی میاد پولس در رومیان 8 آیه 28 میگه من میدانم همه چیز برای خیریت من با هم کار میکنه، ایدو یعنی من با تمام وجودم اینو چشیدم. وقتی ایوب در سختی خودش میدونه من میدانم ولی من زنده است، من میدونم خدای من کی است، خدا مرا هرگز رها نمیکنه، خدا هرگز مرا وا نمیگذاره. این چنین ایمانی هست که وفادار به خدا میمونه. یکم موقعیت سخت میشه، قیمت بنزین بالا پایین میشه، ایمان من بالا پایین میره، خدایا کجایی؟ همه یکم ماهی ها کم میشن، دو تا بچه این ماه نداریم توی خونمون نگه داریم، خدایا مرا فراموش کردی؟ خدا هرگز تو رو فراموش نمی کنه. یک داستانی داره مولانا، میگه یک شعری هست در مورد اینکه نمیم شنیدی که خدایا گره از من بکشای، شنیدید اون داستانه که و این هیچی نداشه، دعا میکرد آه خدا من زندگیم بسته از بدبخت شدم، یه گره ای باز کن. میره پیش یه کشاورز میگه خواهش میکنم من دارم گرسنه میمیرم، یه مش گندم به من بده. اونم توی یه دستمال یه مش گندم میذاره و میبنده بهش میده. بعد میگه خدایا گره از مشکل من باز کن، گره باز میشه همه گندما میریزه. بعد میگه تو چه خدایی هستی که گره را از گره تشخیص نمیدی؟ من نگفتم این گره را بکشایی، اون گره چیز دیگه با. و بعد با خشم داشته دونه دونه گندم‌ها رو جمع میکنه، بعد میبینه اونجا یک سکه طلا از اونجا یک گنجه. بعد خدا میگه تو چی رو میبینی؟ من زر رو میبینم، تو گندم رو میبینی، تو کجا هستی؟ اگه امروز توی مشکل و سختی هستی، برای اینه که یه شعری نوشته بودم، کی میشوم محتاج من تا بازگیرم دست تو، در پستی و افتادگی آرام گیرم دست تو. من خدا کنه بیفتم، چون که اونجا یه موقعیتی هست که دست تو رو بگیرم. وقتی شما تو خیابون هستید هر کاری بکنید آمبولانس برای شما نمیسته، وقتی تصادف کردید له و لورده شدید خدا آمبولانس میاد سراغتون. وقتی من هی میخوام با قدرت خودم محبت و عشق خدا رو درک کنم، بذار ببین خدا چطور میخواد تو یک شناخت تازه از او داشته باشی. اونها در روز یک شنبه نخل جامه های خود را کندن،
نخلا آوردن، ولی حقیقتا بعد از شناخته که این مکاشفه با هم باب 7 آیه 9 رو نگاه کنیم لطفا، مکاشفه 7:9 مکاشفه باب 7 آیه 9 و بعد از این دیدم که اینک گروهی عظیم که هیچ کس از ایشان را نتواند شمرد، از هر امت و قبیله و قوم و زبان در پیش تخت و در حضور بره به جامه‌های سفید آراسته و شاخه‌های نخل به دست گرفته ایستادند. این در مکاشفه حقیقت یک شنبه نخل رو نشون میده. در زکریا باب 3 آیه 3 تا 5 میگه دیدم که شیطان اومده و اون شخص رو به جامعه پلید ملبس کرده و خداوند میگه جامعه پلید رو از او بگیرید و لباس نو تنه او کنید. ما امروز به خاطر اینکه او رو شناختیم که او حقیقتا نجات دهنده است، جامعه پلید رو بیرون کردیم و اینجا میگه که لباس سفید بر تن ما شده که اون اطمینان نجاتی هست که در مسیح هست و حالا شاخهای نخل که سمبل پیروزی و شادی هست رو ما بلند کردیم. آمین. خداوند شما رو برکت بده. میخوام با هم دعا کنیم. اینجا یک چیز مهمه. عیسی مسیح وقتی از شاگرداش پرسید، اونجا برای عیسی مهم نیست که مردم چی میگن، ای پسر انسان، نبی از ناصره، ای پادشاه اسرائیل، ای جانشین داوود که اومده سلطنت کنه. تمام این چیزها رو تو این چهار تا بابی که در مورد یک شنبه نخل هست میخونیم. برای مسیح اینه که تو پسر انسان رو فقط درک نکنی که اومد، بلکه پسر خدا رو هم بشناسی، هویت اصلی مسیح رو بشناسی. این نیست که ما فقط یک طرف سکه رو ببینیم، که اون من همیشه میگم اگه یک سکه ما بگیریم، یک طرفش صورت هست که اگه صورت مسیح هست محبت و عشق خدا رو به شما نشون میده، و طرف دیگه ایسته که یک عدد هست و بهایی رو نشون میده که شما باید برای ایمانتون بدید. یادتون نره فقط به سمت صورت، که عیسی مسیح کولوسیان 1:15 میگه او صورت خدای نادیده است. پسری که در آغوش خدا بود خدا را برای ما ظاهر ساخت. هیچ کس خدا را ندیده، ولی عیسی مسیح اومده هویت اصلی و ذات خدا را برای ما آشکار کنه. پس امروز ما احتیاج داریم او رو بشناسیم. خیلی عذر میخوام، اون مستخدم ما نیست که ما یه لیست بگیریم، عیسی من اینو میخوام، اینو میخوام، اینو میخوام، اونم بگه چشم. فرق مسیحیت در دعا میدونید با مذاهب دیگه چی هست؟ در همه مذاهب حتی شیطان پرستا هم دعا میکنن، ولی کلام خدا در جامعه باب 5 میگه تو چون به خانه خدا بروی، به جهت استماع برای شنیدن آواز خداوند برو. ما در دعا میریم تا آواز خداوند رو بشنویم، ببینیم خدا به ما چی میگه، نه اینکه ما به خدا چه دستوری میخوایم بدیم. و امروز ما اومدیم که او رو بشناسیم، او رو جامعه پلید رو از خودمون دور کنیم و بیایم اون چیزی رو که خدا در مسیح برای ما مهیا کرده، اون نجات دهنده رو پرستش کنیم و با شادی بستاییم. آمین. لطفاً سرپا بایستیم، میخواییم یک لحظه دعا کنیم. کلام خدا میگه امروز روز نجات است. اگر آواز خداوند رو میشنوی دل خود را سخت مسازید. ما امروز چه عیسی را میشناسیم؟ پسر انسان رو، عیسی نبی رو، عیسی که اومده از لحاظ سیاسی تخت داوود رو بگیره، ما را از سلطه جمهوری اسلامی. آقا یکی دیروز تو سمینار میپرسید آقا جمهوری اسلامی رو عیسی مسیح میتونه نابود کنه، مثلا ما آزاد بشیم؟ گفتم عیسی مسیح اومده تختش تو قلب تو برقرار کنه. آیا میتونه عیسی مسیح تو رو از نفست آزاد کنه؟
و تو پادشاه رو در قلبت داشته باشی. عیسی مسیح فرمود که پادشاهان این جهان جنگ میکنن، ولی ملکوت و پادشاهی من از این جهان نیست. من اومدم تا در قلب انسانها تا ابد پادشاهی کنم. آمین. و امروز ما میخوایم قلب خودمون رو تخت پادشاهی خدا بکنیم و امروز از او دعوت کنیم. اگر هنوز این کار رو نکردیم، این فرصت عالیه. میتونیم یه لحظه چشمان خودمون رو ببندیم و با هم دیگه دعا کنیم. نگاه ما به کسی نباشه، امروز به خداوند نگاه کن. در این یک شنبه نخل به زودی عیسی به خاطر گناهان تو در روز جمعه قراره بره روی صلیب تا بهای گناهان من تو رو بده، چون که او ما رو دوست داره. و بعد چون خداست قیام کنه و به تو بگه که من هرگز تو را ترک نمی کنم. تمامی قدرت در آسمان و زمین به من داده شده و من با تو خواهم بود. اگه امروز میخوای چنین تصمیمی رو بگیری که با خداوند یک عهد تازه ببندی، خداوند را شناخت من رو نسبت به خودت افزون بساز. میتونی با من دستتو بلند کنی. خداوند من رو لمس کن امروز. میتونی بعد از من تکرار کنی، خداوند من رو لمس فرما. از گناهانم توبه میکنم، میخوام تو رو بهتر بشناسم، میخوام در زندگیم تو رو جلال دهم. تو تنها خداوند هستی، نجات دهنده من، ولی من. امروز زندگی خود رو به دستهای تو میسپارم در نام عیسی خداوند. آمین. برای او شایسته است دست بزنیم. هللویا. آمین. هللویا.